امروز میخوام واسهتون داستان سه تا مرد چوزخل مزخل رو تعریف کنم که دخترها رو میدزدن، اول ترتیبشون رو میدن و در نهایت هم جهت رضای خدا قربانیشون میکنن. با هم دیگه قراره بپردازیم به فیلم Get Away 2020. خب در ابتدای داستان یک جسدی رو میبینیم که داره توسط افراد ناشناسی کشیده میشه. بعدش هم دختری به نام تامارا رو میبینیم که بسیار وحشت زده از خواب بیدار میشه. دوباره اون طرف داستان چند تا مردی رو میبینیم که دارن برای اون جسد قبر میکنن. تامارا که از خواب بلند شد میره دوش میگیره و بعدش هم میره حاضر بشه تا با دوستاش به دریاچه برن و تفریح کنن. حین پوشیدن لباس تلویزیون روشن بوده و متوجه خبری که مبنی بر گم شدن دختری بوده میشه. وقتی داشته از خونه خارج میشده با جری که دل باختشه و معاول کلانتر هم هست رخ تو رخ میشه. جری برای قرار ملاقات از تامارا التماس میکنه، اما تامارا خیلی محترمانه دست رد رو به درش میماله و اونجا رو ترک میکنه. تامارا وقتی که تو جاده بوده زنگ میزن به رفقای فابش به نامهای مدی و بروک و بهشون میگه که تو راهه. اما از شانس بد روزگار سوخت ماشینش تموم میشه و ماشین فاکافی رو بغل میکنه. تامارا هم ماشین رو کنار میزنه. لحظاتی بعد یه ماشین با دوتا سرنشین مرد پشت ماشینش توقف میکنن. و راننده اون ماشین به نام مرو میاد پیش تامارا که ببینه مشکلش چیه و تامارا هم بهش میگه که بنزین تموم کرده. اونم بهش میگه که اگه چیزی این وسط به من میرسه حاضرم کمکت بکنم. تامارا هم جفت چیش میاره. مردی که میبینه جفت کرده میگه شوخی کردم، قصد و نیت خاصی نداشتم. بعدش هم میره سمت ماشینش تا بتونه ازش مقداری بنزین بگیره. تامارا از ترس این دوتا الکی وانمود میکنه که داره با دوستاش صحبت میکنه و گروهی تو راهن که بیان تامارا رو ببرن. برادر مرو میاد بغل تامارا. برادر رو ازش سوالی میپرسن که کجا داری میری و بهش پیشنهاد میدن که با هم برن کنار دریاچه صفا سیتی کنن. اما تامارا بهشون میگه دوستاش منتظرشن، واسه یه بنزینم ازشون تشکر میکنه و سریع اونجا رو ترک میکنه. بعدش میرسه به دریاچه کنار دوستاش. توی همین حین یکی از دوستاش به نام بروک میره پیش چند تا پسر واسه گرفتن مشروب از اونا. پسرها ازش میپرسن بعد اینجا کجا میری و اونم جواب میده با دوستام قراره به یه بار توی شهر بریم. توی همین لحظات متوجه میشیم کسی یواشکی اینا رو تحت نظر داره و تعقیب میکنه. اونا به خونه تامارا میرن تا اونجا برای بار آماده بشن. اما یک دفعه صدای از بیرون توجهشون رو جلب میکنه. همه با هم میپرن بیرون که ببینن چه خبره. مردی رو میبینن که از جلوشون رد میشه. همه دچار برق سوختگی میشن و دوباره میپرن داخل، چراغا رو خاموش میکنن تا از پشت شیشه ببینن که کی از اونجا رد شده. پرده رو که کنار میزنن میبینن این که جری خودمونه. جری برای تامارا گل آورده بود. گل رو بهش میده و یکم با هم گپ میزنن. بعد رفتن جری دوستاش به خاطر همین خواستگارش سر به سر تامارا میذارن. کمی بعدش اونا سوار ماشین میشن و به سمت بار میرن. توی بار سه تا شات سفارش میدن، اما متصدی بار چیزی در ازاش نمیگیره. مدی در حالی که دوستاش در حال رقص بودن به دستشویی میره. مدی دستشویی رو خیلی طول داد، به خاطر همین هم یکی از اونا میره دنبالش و متوجه میشه مدی داره کوک میزنه. خلاصه از اونجا میبرتش بیرون. کمی بعد چند تا مرد وارد بار میشن و سه تا ودکا سفارش میدن. حین این که متصدی بار سرش پایین بوده تو هر سه لیوان قرص میندازن و به متصدی بار میگن که اینا رو به اون سه تا دختر از طرف ما مهمونشون کن. بعد اینکه متصدی بار اینا رو میبره به دخترها میده، دخترها میگن بگو ببینم خیرخواهمون کی بوده. هرچی اطراف رو نگاه میکنن کسی رو نمیبینن. بعد اینکه شادها رو بالا رفتن همشون شروع میکنن به دودو زدن. تامارا برای اینکه حالش جا بیاد میره بیرون که روی یه دونه نیمکت بشینه، اما سایه مردا رو میبینه
و کمی بعدش از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که پشت کامیونه. از کامیون پایین میاد و به زیر کامیون میره تا اونجا قایم بشه. لحظاتی بعد صدای مردی رو میشنوه که داره میپرسه که اون کجاست. اونا شروع میکنن دنبال تامارا گشتن و بالاخره اونو زیر کامیون پیدا میکنن. تامارا باهاشون مبارزه میکنه و به داخل جنگل فراری میشه، اما در نهایت اونا تامارا رو فاک اوت میکنن. تامارا که به هوش میاد خودشو دست و پا بسته میبینه. دزدایی که تامارا رو دزدیدن همون مرو با برادرش و پدرشه. تامارا اونا رو تهدید میکنه که بالاخره شماها گیر میفتین، اما اونا در جوابش میگن این کار همیشگی ماست و تو هم اولیش نیستی، و میگن این کار رو برای رضای خدا میکنیم و فرشته ها رو قربانی میکنیم. تامارا هم در جوابش میگه من شیطانم و از گودال جهنم. بعدش هم تشنج میکنه و روشون بالا میاره. تامارا وقتی که کسی اون اطراف نبود دستور صوتی تلفنش رو فعال میکنه تا با جری تماس بگیره، اما از شانس بعدش به محض اینکه تماس صوتیش رو برای جری فرستاد گوشیش فاکت آب میشه. مرا رو میبینیم که بیرون کلبه است و داره خیال پردازی کارهایی که قرار فردا انجام بدن رو میکنه. مرا خیلی روی قفل در قفلیه و روش وسواسی که نکنه یه وقت باز باشه. همون شب مرا به تعداد دفعات بالای زنی سفید پوش رو داخل جنگل میبینه که فکر میکنه توهمشه. مرا کلید ماشین رو از برادرش میگیره که بره ماشین رو روشن بکنه. وقتی چراغای جلوی ماشین روشن میشه دوباره اون روح ترسناک رو میبینه. ماشین رو سری میزنه تو دنده تا زیرش کنه، اما اون روح بوده و وقتی میاد زیر ماشین رو میبینه هیچی وجود نداره. بعدش سه نفری سر میز شام میشینن و شروع میکنن به دعا کردن. بعد شام پدره میره تو اتاق و یه جعبه چوبی رو باز میکنه و از اون جعبه موهای زنی رو بیرون میاره. بعد از اینکه بیرون آورد شروع میکنه با خودش ور رفتن. حین عملیاتش متوجه میشه کسی در اتاقش رو باز میکنه. عصبانی میشه و به سالن میره. پسراش داشتن تلویزیون میدیدن. با خودش فکر کرده که اونا درو باز کردن و مزاحمت براش ایجاد کردن، به خاطر همین دعواشون میکنه در حالی که پسراش از هیچی خبر ندارن. بعدش تو اتاقشون روی تخت استخونهای یک انسان رو میبینن. هیپ بهشون میگه حتما تامارا واقعا یه شیطانه و ما رو نفرین کرده، اما پدره میگه اینا همش مزخرفه. بعدش هم به پسرا میگه که اتاقا رو تمیز کنن. بعد اینکه اتاقا رو تمیز کردن با هم میرن که به تامارا سر بزنن. وقتی که وارد میشن میبینن تامارا همونطور دست و پا بسته آویزونه. ازش میپرسن که چطور این کارو کردی، اما تامارا که گیج شده بهشون میگه درباره چی دارین حرف میزنین. پدر هم عصبانی میشه و بهش سیلی میزنه. ناگهان صدایی از بیرون میاد و در بسته میشه. اونا برای بررسی جلو میرن، اما چیزی دستگیرشون نمیشه. در همین حین جری رو میبینیم که قبل از خوردن غذاش تصمیم میگیره پیام صوتی که تامارا براش فرستاده بود رو گوش کنه. متوجه میشه که تامارا اونجا گفته توسط سه تا مرد دزدیده شده. جری هم سریع بلند میشه حاضر بشه تا بره به فریادش برسه. هیپ از روی خای فنگی پیش تامارا میره و بهش میگه مرو و پدرش اونو مجبور به انجام کارهای خیلی بدی کردن و بهش میگه پدرش عقیده داره که همه دخترها توسط بهشت فرستاده شدن و اونا نجات پیدا میکنن. تامارا ازش میپرسه که آیا واقعا حرفاشونو باور داری؟ بعد این سوالش خر میشه و بهش اینم میگه که من یه جادوگر یا شیطان نیستم. هیپ با شنیدن این جمله یه نفس راحت میکشه و بهش میگه که پس تو یه فرشته‌ای و واجد و شرایط قربانی شدنی. صحنه بعدی رو میبینیم که مرا خوابیده و اون روح سرگردانی که دهنشون رو تا اینجا کار آسفالت کرده میاد روی مرا میخوابه و بهش حال میده. مرا بعد دیدن صورت این زنه داد میزنه و پا میشه که اسلحه‌شو برداره تا اونو نشونه بره، اما چیزی تو اون اتاق دیگه وجود نداشت.
به اتاق پدرش میره و نوشته هایی رو مبنی بر گرفتن انتقام و صلیب برعکس میبینن. پدرش میگه تامارا حتما جادوگره و تمامی دخترهای قربانی شده رو برگردونده تا انتقام بگیرن. به خاطر همین سه نفرشون میرن تامارا رو برای مراسم قربانی آماده کنن و اونو در مقابل وان پر از آب میذارن. بعد پدر از او سوال میکنه آیا خدا رو به عنوان نجات دهنده قبول داری؟ اما اون جوابی نمیده، بنابراین سرشو زیر آب میکنن. بعد سه مرتبه تکرار اون جواب میده بله. بعدش اونو دوباره به محل قبلش برمیگردونن و از هیپ درخواست میکنن که تامارا رو قربانی بکنه. اما هیپ میگه که اون یه فرشته نیست و اگه اونو قربانی کنم به بهشت نمیرم، ولی در نهایت خودش تصمیم میگیره که اونو قربانی بکنه. در صحنه بعدی جری رو میبینیم که به بار رفته و داره عکس تامارا رو بهش نشون میده. توی همین حین وقتی اون طرف داستان پسرا داشتن قبر میکندن، تامارا موفق به باز کردن دستش میشه اما در استابل قفله و نمیتونه بیرون بره. یهو هیپ جلوش سبز میشه و درباره فرشته ها و شیاطین با هم دیگه بحث میکنن. حین اینکه دختره داشته از خودش دفاع میکرده، هیپ با اون چنگال کشته میشه و میفته تو قبری که خودش واسه خودش کنده بود. مرو که اون طرف تر ایستاده بود متوجه داستان میشه و تامارا رو دنبال میکنه. پدرم از خواب بیدار میشه، میره توی حیاط تا سر و گوش آب بده. پسراشو صدا میزنه. وقتی جلوی قبر میره جسد هیپ رو میبینه که داخل اون قبر خوابیده. توی همون لحظات صدای گریه ای رو از داخل جنگل میشنوه و واسه جستجو میره دنبال اون صدا. وقتی زن سفید پوشی رو میبینه از ترس به خودش میشاشه و بیهوش میشه. اما این دفعه دیگه روح نبودن، بلکه ما متوجه میشیم اینا دخترهای جوونی هستن که خیلی وقت بوده اینا رو تحت نظر داشتن. اون طرف داستان هم تامارا موفق میشه با سنگ به سر مرا ضربه بزنه و اونو به حیات خونش بر میگردونه. باز دوباره اونور داستان جری رو میبینیم که هنوز که هنوزه دنبال دختراست. دخترها مرا و پدرش رو به صلیب چوبی میکشن. اون دوتا دختر میگن که مدتی اونا رو زیر نظر دارن. دخترها میگن که میخوان یه بازی به نام 16 فرشته انجام بدن که تعداد دختراییه که اونا دزدیدن. لحظاتی بعد پدر موفق میشه که تناب رو باز کنه و شروع میکنه به فرار کردن. دخترها هم از پشت بهش شلیک میکنن. جری از دور صدای شلیک رو میشنوه و درخواست پشتیبانی میکنه. مرا هم مثل پدرش موفق میشه که خودشو باز کنه. دخترها باز هم شلیک میکنن و اونو به فاک فنا میدن. جری هم با صدای این شلیک ها خودشو به اونجا میرسونه. مدتی از این جریانات میگذره. مدی تماس دریافت میکنه از طرف بروک که به تامارا میگه ایمیلشو چک کنه. توی اون ایمیل پوستر یه فرد گم شده است. یه لبخند میزنه و میگه سفر دخترها. این جمله بیانگر اینه که انگار دخترها از این به بعد مراقبان محلی هستن و به افراد دزدیده شده کمک میکنن. خب این ویدیو همین جای کار به پایان میرسه. برای دانلود این ویدیو میتونید به کانال تلگرامی ما که لینکش در دیسکریپشن هست مراجعه فرمایید. لطفاً اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم ساب داشته باشید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید.